آتشکده باستانی سرمسجد، مکانی با داشتن انرژی های فسیلی از جمله گاز مورد نظر کاوشگران و زمینشناسان از جمله لوفتوس، ژاک د مورگان و دیگران بوده است. فرضیه ها و دانسته های این کاوشگران توجه غرب را که به صرافت جانشینی برای زغال سنگ بوده اند به این مکان جلب می نماید و به همین منظور ویلیام ناکس دارسی، ثروتمند بریتانیایی یهودی الاصل، در سال 1901 میلادی امتیاز اکتشاف، استخراج و صدور نفت در ایران را به مدت 60 سال از آن خود می کند. دارسی علی‌رغم اینکه پای خود را به ایران نگذاشته، اما مهندسین و عوامل کاربردی خود را برای قرارداد نفتی و عملیات اکتشافی روانه ایران می نماید. بالاخره در سال 1287 شمسی مصادف با 1908 میلادی، رینولدز رئیس عملیات حفاری خبر فوران نفت در میدان نفتون مسجد سلیمان را شادمانه به دارسی مخابره می کند. چاهای نفت یکی پس از دیگری متولد می شود. مسجد سلیمان در شمال شرقی استان خوزستان و دارای 2130 کیلومتر مربع مساحت می باشد. این شهرستان از شمال به اندیکا و چهارمحال و بختیاری، از جنوب به مرکز استان، از شرق به ایزه و هفت کل و از غرب به لالی و شوشتر همجوار است. این شهرستان دارای دو پیشینه مهم در ساحت‌های تاریخ باستان و صنعت نفت می باشد. آری، اینجا مسجد سلیمان است. شهر آشوبی به وقت نور و حماسه و باران. شهر خوب من، شهر پربرکت مسجد سلیمان که با نفتش اروپا آباد شد و با گازش اروپای شرقی. اما این شهر اولین ها که تحت عنوان امایس برای غربی ها شناخته شد، بعضی ها درست این عنوان را نشناختن. امایس اقتصاری ام ماسک یعنی مسجد، اس مختصر سلیمان، آی به عنوان آو علامت کسره است، یعنی مسجد سلیمان. یه زمان انگلیسی ها آمدن مسجد سلیمان، مسجد سلیمانی نبود، همیش بیابون بود و خلاصه دره و درخت و بیشه و اینا. بعد این خارجی ها آمدن یواش یواش شروع کردن به کار کردن و یه مقدار از این مردم های بومی مسجد سلیمان هم گرفتن و کار کردن و با پای خالی، لباسای پاره پاره، حتی می نشستن تو این جاده سنگ کوبیدن.
ایجادن با چکش سنگ کوبیدن درست کرده. بر اثر همین نفت باعث شد که زندگی مدرنیته در مسجد سلیمان به وجود بیاد و صنعت نفت پیشرفت هایی برای شهر داشت و همه چیز طبق آماری که هست درست مثل خارجی، حتی خانه هایی که برای کارمندا و کارگرا درست میکردن دقیقا مثل خانه هایی که در دهکده ها و ویلیج های انگلیس ساخته بودن تحت عنوان بنگلو که گویا از کلمه هندی گرفته شده و همه جا آباد، همه جا خانه ها با باغ و باغچه و چمن و درخت و غیره. به خاطر این ماده استراتژیک یعنی طلای سیاه، بسیاری از امکانات رفاهی، معماری، اماکن تفریحی، ورزشی و بسیاری از مظاهر مدرنیته در این شرکت شهر بنا گذاشته شد. معماری خانه‌ها در مسجد سلیمان بنا به رتبه‌های اجتماعی در این شرکت شهر متفاوت بوده است. مثلا خانه‌های مجلل ویلایی با مساحت زیاد به نام بنگله برای مدیران عالی رتبه شرکت نفت خانه‌های سازمانی چند اتاقه ویلایی با مساحت کمتر برای کارمندان و خانه‌های دوقلویی بیست فوتی برای کارگران ساخت می شود. در جوار این خانه های منظم و کلاسیک خانه های نیز با مواد و مساله زیست بومی مانند سنگ و گچ های معدنی به شکل ساده توسط مردم عادی ساخته می شود. و تمام باشگاه‌های ورزشی که الان هنوز که سال قرن 21 در تهران احداث نشده بود در مسجد سلیمان بود. اسم بعضی اصلا نمی‌دونن چیه، مثلا باشگاه اسکواش یا گوگارد که یک باشگاهی بود مثل امروز اتومبیل رانی در خارج، با ماشین‌های کوچک در فرودگاه مسجد سلیمان می‌اومدن اونجا مسابقه می‌دادن و ما برای تماشا می‌رفتیم فرودگاه. اولین چاه نفت در ایران خاورمیانه ما داشتیم. اولین چاه گاز در ایران خاورمیانه ما داشتیم. اولین گاز ترش داشتیم در خاورمیانه. اولین کارخونه گوگل سازی داشتیم در ایران خاورمیانه. اولین تصفیه آب داشتیم. چاه شماره یک نفت، اولین چاه اکتشافی نفت در خاورمیانه که در سال 1908 میلادی مقارن با 1287 خورشیدی به نفت رسید. بدین گونه میدان بزرگ نفتون شاهرگ مهم اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی ایران و خاورمیانه محسوب گشت و نام MIS یا مسجد سلیمان را در قاموس زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران معاصر خاورمیانه
و برخی کشورهای اروپایی رقم زد. کارخانه پتروشیمی گوگرد سازی یا جی پی. در بیبیان مسجد سلیمان دو کارخانه گوگرد سازی در سالهای 1938 و 1942 ایجاد شده که به وسیله آنان گوگرد از گاز نفت گرفته می شود. در نتیجه این عمل زمنان که گاز نفت برای مصرف سوخت مناطق مسکونی، کارخانه ها و دیگر جاها استفاده می گردید، گوگرد مورد نیاز برای پالایشگاه آبادان، کرمانشاه و مصارف داخلی نیز فراهم می شود. جی پی اولین کارخانه گوگرد در خاورمیانه به شمار می رود. در محله بیبیان علاوه بر کارخانه گوگرد سازی یا جی پی، دو کارخانه دیگر به نامهای تفکیک و تقطیر وجود داشته که در حال حاضر به جز کارخانه تفکیک بقیه کارخانه ها متاسفانه تعطیل و شکل پارک موزه پیدا کردند. اینجا باید برابرداری شماره 9 مسجد سلیمانه، شامل چاهای مسجد سلیمانه که از لایه آسماری و بنگستان تشکیل شدن. نفتی که وارد اینجا میشه در دو مرحله تفکیک میشه و در مخازن اینجا ذخیره میشه، از اینجا هم ارسال میشه برای واحد نفت سفید، از نفت سفید هم برای اهواز ارسال میشه. اولین باشگاه گلف، اولین باشگاه سوارکاری، اولین باشگاه کریکت، اولین باشگاه تنیس، اولین باشگاه پینگ پونگ. اولین باشگاه فوتبال، اولین باشگاه شنا، اولین باشگاه والیبال، اولین باشگاه اسکواش، اولین باشگاه بسکت، اولین باشگاه بولینگ. اولین باشگاه گلف، اولین باشگاه گلف بانوان، اولین زمین فوتبال رسمی، اولین باشگاه وزنه‌برداری، اولین پیست دوچرخه سواری، اولین باشگاه تفریحی چند منظوره، اولین استخر روباز محله‌ای، اولین باشگاه دو میدانی. اولین کارخانه برق، اولین کابکشی در مترو سلیمان ما داشتیم. اولین لوله کشی فاضلاب ما تو این شهر داشتیم. اولین تصفیه آبی که هیچ کجای این مملکت نبود ما تو این شهر داشتیم. راهن رو بگو که نمیدونستن راهن کجاست و راهن چیه، ما تو این شهر داشتیم و پدران ما براشون زحمت کشیدن. اولین فرودگاه رو ما توی شهر داشتیم. کارخانه برق تنبی. این کارخانه در سال 1909 میلادی احداث و توسط توربین‌های گازی شرکت نفت فعال بوده است.
برق این نیروگاه به وسیله کابل‌های 11000 ولت به همه اماکن تأسیساتی، منازل و ادارات کشیده می‌شد. سوخت این نیروگاه از گازهای طبیعی منطقه مسجد سلیمان بوده که بعدها با نصب توربین‌های بخار و توربین‌های گازی دیگر، تولید آن را از 3500 کیلووات به مرور به 8000 کیلووات رسانده است. آری، در 100 سال پیش مسجد سلیمان دارای این گونه ترانس ها و کابل کشی برق زیرزمینی و هوایی بوده است. اولین کارخانه نان ماشینی، اولین سنگ‌شکن، اولین آسفالت، اولین شهر صنعتی، اولین شهر کامپیوتر. اولین تأسیسات هواشناسی در ایران و خاورمیانه، اولین نقشه‌های زمین‌شناسی در ایران و خاورمیانه، اولین شبکه تلفن، اولین شبکه تلگراف، اولین کارخانه شیر پاستوریزه و اولین واحد نوشابه‌سازی در ایران در این شهر بنیان گذاشته شد. مسجد سلیمان مرکز اجرای برنامه‌های اکتشاف نفت و گاز و حفاری اولین شاه‌های نفت در عربستان، کویت و عراق بوده و ما متخصصین و اندیشمندایی داشتیم در این خصوص که میتونستن به کشورهای همسایه هم کمک کنن و مشاوره های فنی و تخصصی رو ارائه بدن. اولین آتش نشانی، اولین کارگاه ماشین تراش، اولین کارخانه گچ، اولین فرودگاه و پروازهای هلیکوپتر و هواپیما که الان هنوزم آثارشون هست، یکی یمهه، یکی تنگمو چاربیشه، اولین راهداری، اولین کارخانه ماسه و اولین آموزش رانندگی. اولین پل فلزی در ایران و خاورمیانه داشتیم. اولین تلکابین در ایران و خاورمیانه داشتیم. اولین آموزشگاه پرستاری در ایران و خاورمیانه داشتیم. اولین هنرستان صنعتی در ایران و خاورمیانه داشتیم. اولین سالن‌های تئاتر با کیفیت، با وضعیت خوب در مسجد سلیمان در خاورمیانه داشتیم. اولین بیمارستان مجهز، اولین آزمایشگاه طبی، اولین دورکشی گاز شهری، اولین اتومبیلی که وارد شهر شد، اولین آمبولانس هوایی. با کشف نفت در مسجد سلیمان زندگی و وضعیت مردم اینجا کلن دگرگون شد. یک وضعیت بسیار بسیار جدیدی بود و نو بود، تازه بود. این وضعیت جدید کلن توی جنبه‌های مختلف زندگی مردم بسیار تاثیرگذار بود، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر نوع نگرش و تفکر. مسلمون رو شهر اولین ها می نامن. این شهر اولین ها نامیدن یه تعریف از خود یا یک به اصطلاح قلوی نیست، واقعا بوده. بهترین ساختمان ها در مسلمان بود، بهترین بیمارستان ها در مسلمان بود، بهترین سینما ها و باشگاه و امکانات ورزشی در مسجد سلیمان بود. برای درمان حتی افراد از تهران بلند می شدن می اومدن تو این شهر از نظر به اصطلاح پزشکی.
هرچی که زمان میگذشت برای مجلسمان تأثیر بودن شرکت نفر در مجلسمان توی تمام زمین ها بیشتر میدیه، در زمینه ورزش. در زمینه بهتر شدن وضعیت زندگی مردم، در زمینه امکانات رفاهی و امکانات اجتماعی مرتباً مردم رو به پیشرفت بودن. شرکت نفت با ما آرد میدادن، شکر میدادن، برنج میدادن، نخود و لوبیا و امشی و نفت، شیرم میدادن. من به همین شهر خیلی بزرگ در اندیشه و در انسانهاش با قوه تخیل بسیار بدیع و بسیار قویش، یعنی همین شهری که بهش میگم مسجد سلیمان، و چقدر دوستش داریم و چرا اینقدر گمنام و دور افتاده تر میشه هر لحظه که از این روزگار میگذره، چقدر دور افتاده تر میشه. این که به شهر نفت سیاه نامیده میشه، یعنی پدیده بزرگ قرن 19 هم 20 هم و الان قرن 21 هم، یعنی اون مادهی که داره حیات رو در جهان صنعتی و جهان پس و صنعتی داره جلو میبره، چرا درون اون این گسست ها این همه پهناوره؟ آیا قطع شریان‌های نفت بوده در این شهر؟ شهری که ادیبای بزرگی رو تحویل جامعه ما داده؟ اولین هنر از هنرهای هفتگانه که در مجلسمان رونق پیدا کرد ادبیات بود. پیشاهنگان ادبیات در مجلس سلیمان آیان اوشنگ چالنگی بودند، آقای بهرام حیدری بود، آقای شفیانی مثل حیدری و رمان کمیابش مثل لالی، آقای یارعلی پورمقدم بود، شادروان علی مقلیمی بود، قباد آذرآیین بود، آقای علی عربستانی بود، شادروان منوچهر شفیانی بود، آقای منصور کریمیان بود. درباره موج نو و درباره شعر نو واقعا سید علی سالی یکی از بزرگان این شهر هست. آقای هرمز علی پور بود، آقای سیروس چهرازی نامی بود، آقای یارمهر اسدپور بود، شادروان سیروس رادمنش بود، شادروان مرید میرقاید بود. به همین دلیل این فراهم شدن وضعیت مناسب اقتصادی باعث پیشرفت علمی
بچه ها می شد و این پیشرفت علمی اثرگذار بود رو بقیه دانش آموزان و رو بقیه جامعه شهری مسجد سلیمان. بهترین کتاب ها، بهترین نشریات، بهترین فیلم های سینمایی در مسلمان در دسترس بود برای افراد، همه میتونستن استفاده بکنن. فیلم هایی که تازه درست شده بود در دنیا وقتی که به مسلمان میومد منعی برای دیدنشون نبود، در به اصطلاح باشگاه شرکت نفت در اینجا همه میتونستن به راحتی برن و از این فیلم استفاده بکنن، خاص افراد و بچه شرکت نفتی نبود. از بچه های قدیمی بازار چشمری هستم که تمام 52 ساله که عمرم داخل بازار چشمری سپری کرده و خاطرات زیادی از این باشگاه دارم. این باشگاه که در تاریخ 1307 تأسیس شده بود به نام باشگاه ورزشی کاوه بود که بعد از سال 53-54 که تحویل ارتش داده شد به نام باشگاه هخامنش نامگذاری شد. این باشگاه یک مجموعه ورزشی کاملی که شامل سینما، سینمای تابستانی که همزمان فیلمایی که در انگلیس ترجمه می‌شدن و برای جاهای صنعتی صنعت نفت می‌فرستادن، برای اولین بار در این باشگاه که مخصوص کارگران شرکت نفت بود به نمایش گذاشته می‌شد. جوان بودم با دوستام اینا می‌رفتیم سینما سرای نفتون یا باشگاه تاج می‌رفتیم سینما، بعد فیلم تماشا میکردیم، فیلم های خارجی مثل آنتونی کوین، مثل گریگوری پک، مثل جان وین، مثل کورت گلاس، آخرین قطار از گان هیل، کابایا میومدن قطار لخ میکردن با اسب. من و دوستام هم فردای اون روز یا پس فردای اون روز 10 تا 8 تا اسب و یه پوسپور یا دو تا پوسپور میبردیم تو سرای امام رضا که قطار میومد بار شرکت نفت ببره برای در خزینه جاده مال کریم و حقیقت کمین میکردیم تا قطار بیا. قطار که میومد تاخت و تاز میکردیم با اسب، تفنگ هوایی مینداختیم، پوست پر میکردیم و مینداختیم و میرفتیم تو قطار. بالاخره قطار خارجی ها خوششون میومدن، آهسته میکردن، میرفتیم بالای چیزی ازشون ور میداشیم و مینداختیم پایین. هندی بودن، پیاده میشدیم با اسبامون تاخت و تاز میکردیم میومدیم از سلیمان. 6 تا شرکت نفت فقط سینما در این شهر داشته. اون زمان باشگاه نفتون داشتیم، باشگاه ایران داشتیم، باشگاه مرکز ایران. بعد یه چند تا باشگاه داشتیم صحرایی بودن مثل تندی، بیبیا، اینا حیاتی بودن، تو حیات بودن، سالون نداشتن. اکنون چه غریبند این واژگان، سینمای صحرایی. این را آقای بازیگر بهتر می داند که از او همین تک فریم افتاده در تک سینمای خلوت شهر یعنی سینما دیانای سابق به یادگار مانده است. پریای فسانه بگذرید از هر وانه، در کنار من بشینید، عشق از مشکانم بچینید. بیا پریا بریم به سرا، بار اومده، هی گل بار اومده. تحت تاثیر این وضعیت که البته قبلا قرار بوده فقط یه شهر شرکت باشه، ولی آرام آرام به دلیل پیشرفت و توسعه‌ای که داشت گستره وسیع‌تری پیدا کرد و جمعیت بیشتری از جای مختلف مسجد سلیمان و حتی خوزستان مهاجرت کردن و به سمت این شهر اومدن، این شهر واقعا دگرگون شد، انگار در اینجا یه رستاخیزی برپا شده بود. مسجد سلیمان زادگاه پروفسور عکاشه، پروفسور کرمزاده، نخبگان بزرگ ایران شاید در سطح جهان مطرح. مسجد سلیمان میشه گفت از ظرفیت‌های بالای علمی زیادی برخوردار بود، به طوری که در دهه‌های اول اوایل نفتی مثل سال‌های 30 و 40 و 50 واقعا درصد باسوادها شاید بیشتر از درصد باسوادهای کل شهرهای ایران بود.
هر دانشمند و هر پزشکی که وارد این شهر میشد به خاطر جذبه های زیست محیطی و حتی خونگرمی و مردمداری مردمش واقعا دیگه دل برگشتن به موتن یا زادگاه خودشون نداشتن. میشه به طور مثال آقای دکتر فقید مرحوم نهاوندی رو نام برد، چشم پزشک ماهر و حاذق، 50 سال عمر خودش و زندگی خودش رو در شهر مچوسلیوان گذراند و این مردم واقعا خدمت کرد. یا همچنین آقای زمینی کارمند تربیت بدنی چه انگیزه رو جستجو میکرد در شهر مچوسلیوان که واقعا از بندر ترک دیار میکنه و میاد به مردم مچوسلیوان، به جوانای مچوسلیوان موسیقی آموزش میده و واقعا اینا جای سوالن، جای بحثن. آثار به جامانده و نامهای بیادمانده در صحیفه زمین و زمیر، حکایت از رازناکی و اسطوره‌مندی این سرزمین جادویی داشته که باورمندی آدمی از تاریخ ساکنان با نژاد این خطه از ایران عزیز را دوچندان می کند. این مکانی که میبینیم ما نشستیم با دوستا نمره چل سابق 4 تا لوله گاز از اینجا رد میشد، نفت و گاز از جلو همین نمره چل. اینجا دبیرستان مهر بود، رئیسش خانم مقدادی بود، بچه شمال بود، ما دختر و پسر مخصوص درس میخوندیم، کلاسای ارامنه بود اینجا، ما مینشستیم عید بال ماسکه بود لباس پوشیدن، اینجا هزاران تخم مرغ خور میکردیم، عید ارامنه بود و میدون استودیومی که میبینی قدیم شرکت نفت درست کرده بود اینجا. میدون فوتبال این شهر در سال 1323 ما اینجا مسابقه فوتبال داشتیم، اون زمانی که حتی تهران میدون ورزشی اصلا نداشت داخل شهرش، داخل شهر بی عظمت پایتخت مرکز سلیمان. اینجا انواع و اقسام ورزش ها بود، چشم علی باشگاه داشت به نام کاوه، نفتون باشگاه نفتون بوده، باشگاه مرکزی بوده، باشگاه تنبی بوده، باشگاه بیبیان بوده، باشگاه نمریه که به حساب زورخونه بوده، اونجا زورخونه پوریای ولی که اونم باشگاه بوده. بالا مچسلون به اندازه 4 شماره قدمت داره، یعنی تا اون زمانی که من الان تقریبا 65 سالمه تو حدود مثلا از 7 سالی که یادم میاد در مجلسمون مسابقات باشگاهی رسمی وجود داشته که اصلا در جای دیگه ایران به نظر من به جز آبادان و شاید بوشهر اصلا دیگه وجود نداشت. از این لحاظ که مجلسمون اون زمان دارای تیمای بسیار قوی بود و علاوه بر اون که ایرانیا بازی میکردن انگلیسی ها هم باشون بازی میکردن، یه بازیایی بود که شرکت نفتی ها بازی میکردن، ما بچه بودیم میرفتیم مثلا پشت دروازشون میستادیم تماشاشون میکردیم. اون زمان مثلاً باشگاهی داشت، باشگاهی مثل باشگاه ایران، باشگاه نفتون، باشگاه بیبیان، باشگاه تیمبی، باشگاه کاوه، که اینا یواش یواش شدن باشگاهی که به صلاح دیگه یواش یواش تربیت بدنی هم اومد جز کار قرار گرفت و باشگاه مثل تاج، باشگاهی مثل شاهین، باشگاهی مثل بیبیان جوان و دارایی به وجود اومدن. در زمان ما جام باشگاه ایران بود، 8 تا تیم در اونجا بودن که 4 تاش مال تهران بود، 4 تاش مال به اصطلاح بقیه شهرهای ایران بود که ما تو همون تیما بعد از تیما تهرانی 5 شدیم. بعدم به علت همنامی که داشتی با تاج تهران اون زمان یا استقلال کنونی ما نعود کردن که بعدن خورد به نورد اهواز اینا که دیگه مشلیمون اصلا به طور کلی فوتبالش افت کرد که با اومدن هخامنش و نفتون یه سر سامان به ما داد. ولی در همون زمان که بچه ها مشتریمون تو اینجا بازی میکردن کاپیتان تیم سپاهان اصفهان آقای منوچهر کبیریان از مشتریمون بود، زوبان اصفهان آقای شاپور نصیریان از مشتریمون بود و تو تهران هم مثلا آقای رشیدی بود که باز بچه مشتریمون بود، دروازه‌بان تیم ملی ایران بود، آقای جمشید شیخ ابولی پور بود،
که بعد از حجازی تو یه بازی مثلا حجازی میگرفت، یکی رشیدی میگرفت، یکی جمشید شیخ ابوالفور میگرفت که بعد سفر ایران پاک بود، بچه خودمون بود که بعد تو پرسپولیس قهرمان به سال بهترین بازیکن آسیا بود، آقای ایرج سلیمانی بود مرحوم، خدا روش شاد بکنه، او از بزرگان فوتبال ما بود، مشتریمون فوتبالش بالا بود. اگر به مجلات اون موقع مراجعه کنین دائما اسم بچهای این شهر رو میبینید در کنار نفت، دائما اسم این بچه ها رو میبینید در کنار گاز، دائما اسم این بچه ها رو میبینید در کنار تمام محصولاتی که میشد از این نفت سیاه یا این طلای سیاه یا این الماس سیاه براق دید. ولی الان چی؟ ولی الان چی؟ من متأثر میشم هر سال که به این شهر میام و قبلا شاید 5 روز دووم میآوردم، ولی سالهای اخیر میبینم من بیش از 1 روز یا 2 روز نمیتونم دووم بیارم، چون وقتی به خود شهر، به فیزیک شهرمون نگاه میکنم میبینم هر سال بدتر، اوضاع ضعیفتر از سال قبل شده، زیر پای من
ساپی خودشو از دست داده برن که من پا بگذارم یک قدم اونورترم، نمیدونم آیا یک گودال پر از آب یا لجن. خیلی عذر میخوام از این واژه ها به کار میبرم. بیست ساله